خواست وزیر خارجه پاکستان برای بهبود روابط با افغانستان. پس از روی کار آمدن عمران خان و حکومت جدید در پاکستان، وزیر خارجه آن کشور میگوید که کشورش خواهان بهبود و انکشاف روابط با افغانستان است. او گفته که روابط دو جانبه پاکستان با آمریکا نیز خیلی مهم است و آمریکا در افغانستان بسیار سرمایه گذاری کرده است و باید پاکستان اهمیت افغانستان و ضرورت آن کشور را درک کند و از اولویت های آمریکا در افغانستان خود را آگاه سازد. اما آیا پاکستان براستی در سیاست خود در قبال افغانستان تغییر خواهد آورد و روابطش با افغانستان را بهبود خواهد بخشید؟ من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان شیوا شرق، فعال سیاسی، و شفیق همدرد، آگاه سیاسی، اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای همدرد، میخوایم بحث را با شما آغاز بکنم. پس از اینکه عمران خان میآید انتخابات را میبره، به یک نحو دیدگاه حکومت جدید آن کشور در قبال افغانستان تغییر میکند. از شخص عمران خان گرفته تا مقامات بلند رتبه دیگر آن کشور به یک بارگی به یک صدا میگن که میخوان روابطشان را با افغانستان بهبود بخشند. برداشت شما چی است از این حرف ها؟ سلام تاست رزقیار سه و ساسو درانه میلمت و ساسو درانه لیدون کتا. گوری سلویخ کال در پاکستان و در افغانستان پا سیاستونو که روگوری جواری را غلی دی. لیکن در پاکستان پا سیاست که امغا استراتیجی چی بوتو جوڑا کرده و بیا زیاول حق پا مخ باندی بوت لله، امغا استراتیجی تروس در افغانستان پا وران دی باندی که سمر ملکی حکومتون را غلی دی اغا بیواکو تروس پوری مغا در پاو استراتیجی پا مخ باندی وڑل کیده. دا صحیح و چې عمران خان د یو تغییر غوښتنه کړې وه، د یو تغییر د یو بدلون ناره یې په پاکستان کې وهلې وه. په همدې باندې تر ډېر حده پورې یو څه خلک ورسره ودرېدل، لیکن موږ ته معلوم دي چې څه پوځ دی راوستلی دی او هغه خپلې برنامې او خپل پروګرامونه چې په منطقه او د نړۍ په سطحه لري هغه پرې تطبیق کې دی راوستلی دی. د ده فوکس واقعا چې په کوم حالت کې چې اوس پاکستان دی او د اقتصادي حالت نه چې څومره اوس ځوریږي، اقتصادي کوم حالت ته تللی دی، همداراز د نړیوالو سره د ده اړیکې، د ګاونډیانو سره د ده د پاکستان اړیکې تر ډېره حده پورې ډېرې خرابې شوي دي. یعنی د پاکستان د یو اویا کالو په تاریخ کې دغه هغه وروستي حالتونه دي چې راځي چې پاکستان په ډېر بد حالت کې قرار لري. نو په دې اساس باندې فکر دا کېږي، تحلیلونه دا دي، باورونه دا دي چې د پاکستان پاوز غواړي چې نور دغه تګلارې ته یو څه تغییر ورکړي. نو په همدې خاطر باندې عمران خان راوست تر څو پورې دوی خپله خبره هم په منطقه کې هم د نړۍ په سطحه باندې په خلکو باندې ښه ومنلی شي. لیکن اصلي مسله دا ده چې نواز شریف په دې وروستیو کې کوښښ کړی و چې د هند او د افغانستان سره روابط ښه کړي. په همدې اساس باندې د پاوز له خوا نه دی ماخذه شو، دی زندان ته ولېږل شو او دته یوه لویه ستونزه جوړه شوله. نو موږ داسې ویلی شو چې افغانستان اوس د نړیوالې ټولنې یو ملاتړ له ځانه سره لري. دا صحیح ده چې پاکستان د متحده ایالاتو ستراتیژیک ملګری و، لیکن اوس دغه لوبې او دغه لوبغاړي ټول په بدلیدلو باندې دي. یعنې وضعیت داسې راغلی چې پاکستان مجبوره ده چې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. بالکل، حالت دغسې راغلی. د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی، په منطقه کې بدنامه شوی دی، د نړۍ په سطحه د ټروریزم د خپرولو د یو هیواد په توګه پاکستان ته کتل کیږي. نو په دې اساس باندې فکر دا کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دغه وروستۍ څرګندونې هم د دې ښکارندوی ده چې دوی ډېر په یو حالت کې دي، کوښښ کوي چې دغه حالت بیرته سره جوړ کړي. ډېره زیاته مننه آقای شرق. دیدگاه شما چی است؟ حالا آقای همدرد میگن که پاکستانی ها مجبور هستند که سیاستشان را در قبال افغانستان تغییر بدن، چون پاکستان دچار مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی دیگر در جهان است و همین گونه افغانستان رابطه خوبی را با کشورهای جهانی دارد، مجبور است که باید تغییر بده سیاست خود را. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدمت آقای همدرد، جناب شما، بینده های برنامه تان. بحث تغییر در کنش های بین المللی و کنش های برون مرزی یا سیاست خارجه یک مملکت یک امر بنیادین هست که زمینه های سیاسی خود را نیاز داره. ما فکر میکنم تجربه دست کم 17 سال پسین در سیاست خارجه پاکستان خطوط اساسی و سیاست خارجه این مملکت از در کناری از این نقش اساسی و بنیادین سازمان استخباراتی پاکستان ISI و رابطه دولت های حاکم در پاکستان با ارتش پاکستان یا با پوز خودش نشان میده که ما نباید فریب شعارهایی رو بخوریم که امین اکنون سر داده میشه. با منظوری رسیدن به یک تفاهم منطقه ای، سیاست عملگرا و سیاستی که واقعیت های جامعه افغانستان در نظر داشته باشه، ما نیازمند دو رویکرد هستیم. رویکرد نخست دیپلماسی افغانستان
ما فکر میکنم با روی کردی کنونی مانعی تحقیق چنان شعار است که حالا عمران خان و وزیر خارجه عمران خان چنین چیزی را مطرح میکنند. یعنی شما حرفا تنها در حد شعار میبینین آنچه که مقامات پاکستانی میگن؟ پیشینه عملکرد مقامات سیاسی پاکستان از دوران مشرف تا دوران نواز شریف و تا عمران خان که اولین بحثش در مورد افغانستان بود و بعد باز بودن مرز مابین افغانستان و پاکستان، از سوی دیگر واکنشی وزیر خارجش نشان میده که سیاستمداران پاکستانی کمتر عمل کردن. البته بگذارید ما به یک دلیل بگم، مانی اساسی عدم تحقق این خواست پاکستان به نظر من نفته در نبود یک دکترین سیاست خارجی تعریف شده از دولت افغانستان هست. یعنی ما در فقدان خطوط اساسی سیاسی و سر میبریم که رابطه متعارف ما را با همه مملکت ها باید تعریف بکنند. بر روایت دیگر میخوام بگم که پاکستانی ها نگران روابط استراتژیک کابل با هندوستان با دهلی هستند. تا زمانی که این رابطه متعارف نشه و ما در رویکرد سیاسی من تغییرات بنیادین را خلق نکنیم که رابطه با همه قدرت ها متوازن هست و متعارف هست و اینجا زمینه یا عرصه تاخت و تاز رقابت های استراتژیک و دشمنی هیچ قدرتی نیست، آنگاه هست که ما در دکترین سیاست خارجه من تغییر بنیادین به بار میاریم. حالا دیده شوه که حکومت نخست وزیر تازه آمده پاکستان عمران خان که رابطه بسیار خوبی با ارتش داره و بسیار رادیکال هم هست، گرایش با فکر طالبانی، یکی از مفتیان جهاد طالبانی در افغانستان هست، با توجه با این پیشینه‌ای که در حافظه تاریخی آقای عمران خان داره، ما ببینیم که چی تغییراتی اساسی و بنیادینی نسبت بر سیاست خارجی پاکستان پدیدار میشه با توجه به این که پاکستان هم زیر سیطره سیاست خارجه بریتانیا قرار داره و انگلیس را شما در تجربه تاریخی میدانین که تنش خلق کردن اون بلوچستانی آزاد، پشتونستانی آزاد، خاورمیانه کوچک و طرحهای فرامنطقه‌ای که انگلستان داره ابزارها و پارادایم‌های مناسبش پاکستان است. از طرف دیگر اشراف یا سیطره یا استعلای قدرتی به نام چین بالای پاکستان نسبت بر کنش‌های بیرونی و سیاست خارجی پاکستان نقش خود را داره. حالا بر دکترین سیاست نوین پاکستانی هاست که چگونه واقعا میتونن این توازن را در سطح مدیریت روابط بیرونیشان خلق بکنن تا این تغییرات بنیادین بیاد. ولی من باور نمی‌کنم که این همه یک شبه تغییرات مثبتی به بار بیاد که رابطه میان اسلام آباد و کابل عادی شو و بحران افغانستان به گونه گلمش برچیده شد. خیلی سپاسگزارم آقای همدرد. بحث دیگر چگونگی اعتبار بالای حکومت پاکستان است. قسمی که آقای شرق گفتن سالهای زیاد است پاکستانی ها همین حرف را میگن که روابطشان را با افغانستان بهبود میبخشند، اما در واقع حقیقت همی است که پاکستان هنوز هم حمایت میکنه از تروریست ها و به یک نحو روابط سیاسیشان هم با کابل خراب است. چطور میشه که پاکستان همین اعتماد را ایجاد بکنه با افغانستان؟ طول معلومه ده چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانستان یو ضعیفه هیواد و د ثور کودتا د شورویانو راتګ پاکستان ته یو ښه زمینه مسایدېدل د جهاد په نامه باندې د افغانستان تباه کول ټول بنسټونه یې له منځه وړل، دا د پاکستان دپاره یو لوی هدف و او دا هدف ته دوی ورسېدل. یعنی د پاکستان په ګاونډ کې افغانستان یو ډېر ضعیفه هیواد دوی ته په لاس باندې ورغی چې اگر هر رقم ستراتیژي او تګلارې په افغانستان کې دلته پلي کولی شولی د مجاهدینو د وخت نه راوروسته بیا تر 2000 لومړي کاله. خو نوی تحول چې راغی امریکا چې دلته راغلله دلته د امریکا په سیاستونو کې، یعنی که موږ ورته وایو چې دوه مخی سیاست امریکا هم درلود د پاکستان په مقابل کې، نو زما په نظر باندې موږ به ډېره زیاته مبالغه نه یې کړې، ځکه موږ ته معلومه ده چې خالد شیخ محمد چیرته ونیول سو؟ په کراچۍ کې ونیول سو. د القاعدې 600 غړي چې پاکستان لاس تړلي امریکې ته وسپارل چیرته ونیول سو؟ ټول د کراچۍ او لاهور او پینډۍ او دغه ځایونو کې ونیول سول، ډېر مسؤونو ځایونو کې ونیول سول. د القاعدې مشر چې امریکا دلته دې سیمې ته پسیر راغلې وه هغه په ایبټآباد کې و، د پاکستان په ډېر نظامي او ډېر مسؤون ځای کې و. نو د امریکا سیاستونه د منطقې په اړه د افغانستان او د پاکستان په اړه باندې ډېر غلط و. د ټرمپ په پالیسۍ کې چې یو کال تقریبا اوس دغه دی وتلی دی، یو څه سیګنالونه وو پاکستان ته د تهدید او د فشار ده، لیکن موږ تقریبا په تیرو 10 کلونو کې پر پاکستان باندې داسې جدي فشار نه دی لیدلی. نو هماغه لامل و چې پاکستان خلاص لاس په دې ساحه کې فعالیت کاوه. ولې چېرته متحده ایالات راضي نه دي؟ جان نیکلسن په همدغه پرون یا ننې ویلي چې
لاوس هم طالبان و پټنځایون په پاکستان کې ستال ته روزل کېږي بیا را لیږل کېږي خبرم دا ده یعنی مسله دا ده چې جان نیکولسن ته معلومه وه دغه د دوی پخوانی جنرالانو ته د دوی پخوانی دفاع وزیرانو ته د دوی رئیس جمهورانو ته دا معلومه دومره ډبل ډبل گزارشونه به دوی ته ورتلل چې دغه د ترهګرو ځالې د حتی د افغانستان دپاره نه د منطقې دپاره د ترهګرو ځالې د ډیورنډ کرښې هغې خواته دي لیکن دوی هغه وخت اقدام نه کاوه ځکه ما مخکې مثالونه در ته درکړل چې دا مسله وه دلته د متحده ایالاتو تر 2000 نه تر 3000 پورې عسکر چې دي وژل شوي دي په همدې نه ډېر چې دي هغه ژوبل شوي دي یعنی دوی د خپلو عسکرو د خپلو هغه مالي سرچینې چې دلته په کال باندې لګولي دي د هغې ټول خیال یې ونه ساته نن سبا کې دوی راځي دغه موضوع یو څه ټینګ تر فشار لاندې نیسي زه وایم که په 2002 کال کې که په 2003 کال کې یا دغه وسنی تهدیدونه چې ډیر شوې دي په 2008 کال کې او 2009 کال کې کچیر ته په پاکستان باندې فشار راغلی وای زه په دې باندې مطمئن یم چې پاکستان به تسلیمېده او افغانستان به نن په دې حالت کې نه وای خو امریکا داسې ونه کړه تاسو ته ګرځوي دامي خط کابل را پس از میون برنامه کوتاه دنبال کنید ادامه برنامه آقای شرق پاکستان در سیاست خود در قبال افغانستان بارها تغییر آورده گاه نرم شده به حکومت افغانستان و گاه هم از موقف سختگیرانه استفاده کرده حالا فکر میکنین با این که آمریکایی ها فشار خود را بالای پاکستان بیشتر ساخته پاکستان نامش بلست خاکستری رفته همین گونه کشورهایی که رابطه خوب با افغانستان دارند در کنفرانس های ملی و بین المللی به یک نحو یاد میکنه از پاکستان به عنوان حامی تروریست ها فکر نمیکنین که حکومت جدید پاکستان به خاطر بیرون رفت از این وضعیت هم که آمده یک ترفند را بازی میکنه من فکر میکنم انزوای سیاسی که در سطح منطقه و بین المللی در نظام نوین یا در رابطه ها و کنش های جهانی مسئول باید از آدس اجماع بین المللی یا اتحاد جامعه جهانی نسبت بر مبارزه علیه تروریسم بالای پاکستان در این 17 سال خلق میشد متاسفانه نشده یعنی پاکستان در یک انزوای بین المللی نیست موفق ترین سیاست خارجه را پاکستانی ها دارن بازی میکنن من مثال هایی برای این مسئله دارم به گونه مثال در یک تضاد استراتژیک و دشمنی آشکار ایران و آمریکا قرار دارن ولی جنرالانی ارشد و نظامیانی ارشد پاکستان در جنگ یمن صفی را آموزش میتن که در واقع اونجا نبرد به نفع قدرت های منطقه آب میخوره نه آمریکا از طرف دیگر سیاست خارجی پاکستان برای تضعیف دولتداری در افغانستان مبتنی بر خواسته های استراتژیک و خواسته های تاریخی است حکومت افغانستان فرصت های بی‌نظیری را به نظر من از دست داده به گونه مثال در آغاز ماموریت نیروهای بین‌المللی و مبارزه علیه تروریسم که پاکستان حامی ازی بود ما در منطقه شاهد بی‌اعتمادی های فراگیر نبودیم فعلا اجماع منطقه یا همگرایی منطقه با منظور داشتن یک دهلیز فعال دیپلماتیک و آوردن فشار بالای پاکستان در انظار بین‌المللی و در میان داد و ستد های دولتداری در سطح منطقه اون اجماع را ما نداریم افغانستان این فرصتی ده که در سالهای 2009 2008 2010 داشت که میتونست این زیبایی سیاسی و فشار لازم سیاسی را بالای پاکستان وارد بکنه حالا چین اجماعی را نداره به گونه مثال هم در یک بحث را اشاره کردن اینها گفتن که فشار آمریکا بالای پاکستان هم میتونه حساب شو مبنی بر این که پاکستانی ها بیان در سیاستشان تغییر اگر آمریکایان صادقانه اون تئوری منازیه و توطئه و سیاست توسعه طلبانه و اقتدارگرایانه سیاست هیجمونیک و نوع سیطره طلبی و توسعه طلبی آسیای میانه و آسیای جنوبی خود را و عدم استفاده به عنوان یک پارادایم از تروریسم و داعش را واقعا بگذارن کنار چین فشار را ما باور میکنیم ببینید از زمان حال بروک تا این دم تمامی کسانی که نماینده ویژه آمریکا برای روابط پاکستان و کابل بودن واقعا آنگونه ای عمل نکردن که انتظار مبارزه یا راهبرد مبارزه علیه تروریسم میرفت همزمانی که ما مثلا انتظار داریم که جامعه جهانی فشار لازم وارد بکنه چین میلیاردها دلار در اختیار پاکستان قرار میده آمریکا میلیاردها دلار قرار میده همین 250 میلیون دلاری که تازه آمریکایان منتظر نگاه کردن که به پاکستان پس از یک تغییر میسپارن شما در جریان 17 سال ماموریت نیروهای اتلانتیک شمال ببینین پاکستانی ها بسیار امتیازات فراگیر از استفاده پارادایم موزل تروریسم واقعا تانستن به دست بیارن در کنار یزید در سطح منطقه وارد بسیار کنش های کلان شدن در سیاست خارجه
ما فکر میکنم دولتی که پارادایم یا فرضیه یا زمینه برای تعامل و داد و ستد برای کنش نداشته باشه، این دولت دولتی ضعیف است. پاکستانی ها در 17 سال، این 40 سال رو بگذاریم کنار، در 17 سال پسا طالبانی و عرصه نوین، 17 سالی که گفتمان جهانی مسئول هست و جهانی پیرامون است، دولت های زور کرده منطقه است و پیمان ها و سازمان های کلان منطقه است، پاکستانی ها واقعا در سیاست خارجشان بسیار فعال و بسیار کنشگرایانه به پیش آمدن. حتی قدرتی مثل چین، قدرتی مثل آمریکا و همگرایی های منطقه ای هم نتونسته در سازمان های مثل شانگهای اینها بتونه واقعا فشار وارد بکنه که پاکستانی ها یک تغییر بنیادین داشته باشن. پایان گپم این که استراتژی سیاست خارجی پاکستان یا پاکستان یا دکترین نظامی سیاسی یزیدی ها یک امری تصادفی نیست که با آمدن آقای عمران خان یا تغییری فلانه چهره تغییر بکنه. تا پاکستان به خواسته های تاریخی و ارضی و استراتژیکش در منطقه نرسه و دشمنش هند منزوی نسازه، این تغییرات ما زیاد هم خوشبین نباشیم که تحقق پذیر هست یا به دست آمده. آقای هم در خواسته های تاریخی را که آقای شرق آمدن اشاره کردن، در گذشته دو خواسته هم همواره مطرح شده، یکی که باید کابل با دهلی روابط خوب نداشته باشد از لحاظ سیاست خارجی و بحث دیگه هم چگونگی پذیرفته شدن خط دیورند است. حالا قسمی که دیده میشه هیچ کدام اینها برآورده نشده، خط دیورند را هنوز کابل به رسمیت نشناخته و بحث روابط دهلی با کابل هم بیشتر از پیش خوب شده. چطور ممکن است ما باور بکنیم که حکومت جدید پاکستان بیا تغییر بیاره در رابطش با کابل و با کابل همکاری بکنه در راستای مبارزه با تروریسم و هراس افغانی؟ مادر تول چه پاکستان په تاریخ کې غوښتي دي چې افغانستان د خپل ستراتیژیک عمق په توګه باندې استعمال کړي او تر یو حده پورې په دې کې بریالی هم و. خو د 1900 کالو نه مخکې چې کوم تغییر دلته راغلی دی، له بده بخته موږ ډېر ضعیفه برخورد د پاکستان په مقابل کې او د نړۍ په مقابل کې او په خپله په کور دننه کړی دی. موږ یو اجماع نه دی رامنځته کړی، موږ یو وحدت د ځینو ملي مسایلو په اړه باندې نه دی رامنځته کړی، او موږ یو فعال ډیپلوماسي د نړۍ په سطحه باندې او د پاکستان په مقابل کې نه ده درلودلې، چې له بده بخته موږ په دې کې ناکامه یو. د ډیورن مسله زموږ ملي مسله ده او هغه یوه تاریخي مسله ده، حقوقي مسله ده چې هغه به نړیوالو مراجعو ته راجع کیږي او هغه د افغانانو یو حق دی. راغلل د هند سره روابط او منځنۍ آسیا ته د پاکستان دغه د توکو وړل یا د دې لارې هغه طرف ته د مارکیټ جوړول یا د داخل افغانستان په دې بانه باندې نامنه کول چې ځینې مسایل منځنۍ آسیا ته ولېږدېږي، دغه هغه مسایل دي چې پاکستانیان هم په دې باندې پوهېږي او نړۍ په دې باندې پوهېږي چې افغانستان د دې نه ناامنه دی. او د هند مسله چې سوله، موږ یو خودمختار ملک یو، موږ یو آزاد ملک یو، د چا سره هم چې موږ ارتباطات ساتو په خپل هغه ډیپلوماټیک چوکاټ کې ساتو، یعنی کوم مثال پاکستان تر اوسه داسې نه دی وړاندې کړی چې یا په جلال آباد کې یا په قندهار یا په کوم بل ځای کې چې د هند دلته کونسل ګریانې دي یا د دوی سیاسي ډیپلوماټیک نمائندګۍ دي دلته، د هغوی د پاکستان په ضد باندې څه کوم کار شوی. نو په دې اساس باندې دا د پاکستان ویره ده او دا یې رامخته کړې ده. دغه دوی مسایل دوی رامنځته کوي، لیکن دوی په اصل کې نور اهداف لري، نور مسایل لري. او ډیره مهمه مسله چې تر اوسه دې ته با اشاره ونسوله، ولې اوس مثلا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر عمران خان ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې ترهګري دې نوره بنده که، نور متحده ایالات ستاسو په اړه باندې په خپل فکر کې تغییر راولي، چې دغه موضوع ډېر تغییره هغه راوستل. خبرې څه وخت کړي؟ دا تقریبا د پنج شنبې په ورځ باندې. بلې، وزیر د خارجې د پاکستان دغه بحث رد کړی، ویلي چې دا هغه بحث یې داسې رد کړی دی، ټلیفون کې خبرې شوي، هلته نه دي ویلل شوي چې باید هغه اعلامیه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت په سایټ کې شته ده او هغه ټولو لیدلې ده. او امریکا نن بیا هم په وار وار تکراراً د دینه دفاع وکړه او اعلامیه شته ده. کومې خبرې چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د عمران خان سره کړې هغه اعلامیه شته ده، لیکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې کوم اعلامیه ورکړې ده هغه جعلي ده. یعنی لاګوري لا هم پاکستان صادقه نه ده؟ نه ده صادقه، یعنی فشارونه دي اوس په پاکستان باندې ډېر شول. ولې فشار ډېر شو؟ په 1900 کالو کې امریکایانو ستاسو دلته خلک وژل کېدل، پاکستان ته متوجه وای، په بټ آباد کې اوسامه پیدا شو، ترهګر هلته ټول شته دي، تاسو یو غټ قومندان نشئ راښودلی چې په افغانستان کې د مړي ټول هغې خواته مړي دي. اصلي خبره دا ده چې د روسیې سره اوس د پاکستان نږدې کېدل، د پاکستان د چین سره د روسیې نږدې کېدل، ځینو نور اقتصادي لارو ته مثلا د پاکستان د راوتل، دغه مسایل دي. یا هغه پروژه چې ډېر احتمال دا و چې باید
لکه د مجاهدینو یا د طالبانو په شکل باندې بیا هم هغه ډونر شي پاکستان شي په هغه شکل باندې پاکستان ونه توانېدل چې په دې منطقه کې نور یو ښه لوبغاړی پاتې شي. نو ځکه د متحده ایالاتو په نظر کې د پاکستان سره اختلافات پیدا شوي. آقا شرق، خب بحث های منطقه و جهانی شد اینجا. درست است که شاید پاکستانی ها به هر دلیل بیان اینکه فشار آمریکاست بالای اونها و هم چین به یک نحو اینجا پروژه اقتصادی داره میخواد که افغانستان باثبات شه، بیاید کمک بکنه با افغانستان و دیگر سیاستش را تغییر بده. ولی این طرفتر در کابل چقدر اراده سیاسی شکل گرفته برای بهبود روابط با پاکستان فشار ده؟ اگر دولت های معمولا پسا طالبانی افغانستان همیشه تاریخ را انکار کردند و سیاست خارجی پاکستان و دولت مردان پاکستان نسبت بر تحریف و منسوخ دانستن یک تاریخ واقعی که تجربه شده و متنش وجود داره بیدار هستند. به گونه مثال دایه امین متفکری که حالا بر سر ما بر تقلب حاکم هست، این است که دیوران منوط بر افغانستان است، در حالی که به اساس اسناد تاریخی منوط به پاکستان میشه و اسناد مشخص و آفتابی و آشکار یزی وجود داره و کسی این تاریخ را نمیتونه واقعا انکار بکنه. یک مسئله دیگر هم هست، دولت مردان افغانستان میگن که خب ما باید این دیوران را داشته باشیم. در تحولات روسیه تزاری و اون هند بریتانیوی که در اون وقت ما شاهد بودیم، تنها دیورند مرز معضلی و تنش‌زا و مورد گفتگوی دو دولت نیست. بله. اگر قرار باشه که مثلا دیورند هم جدی گرفته شه، کابل حداقل به دنبالش ما به همین میپردازم به دلیل ما برای رای حل بنیادین معضلمون با پاکستان نمیاندیشم که حکومت ها در افغانستان قومی عمل میکنن به اساس اسناد مشخص تاریخی عمل نمیکنن و واقعیت‌های منطقه را در نظر نمیگیرن. تا زمانی که سیاست در افغانستان و دیپلماسی و دکترین سیاست خارجی ما ملی و متعارف نشه، واقعا ما نمیتونیم این مزل با پاکستان حل بکنیم و اونا خواستای تاریخی و ارضی خود دارن. فرصت ما تمام است. خب شرق صاحب، در دوران مسئله یاد کرده او در دوران مسئله په دې باندې باید لوی بحثونه وشي او دا د افغانستان یو دایا ده او په تاریخ کې دا ثابته شوی ده چې دا د افغانستان لار ده. په تیرو یو او یا کلونو کې افغانان په دې کې قرباني ورکړې دي. تاسو مناظره جوړه کړئ جناب شرق صاحب راولي دولتونو سازمان ملل مراجعه خبرې وکړو چې ډیورن د چا حق دی؟ سازمان ملل پاکستان حق دی. دو طرف اسناد موږ ملګری ملتونو شته دي، یعنی ټول مسایل شته دي. دا ډیورن مسله داسې ده چې له بده بخته موږ دلته په افغانستان کې هم ځینې با تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد خدا نگهدار.